با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیدی هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز دوشنبه است، 29 هستیم از ماه جون. در روزهای دوشنبه خدمت شما هستم و بحث اصلی مغالطات هست، چون تاریخ ما، دین ما، عرض میکنم روش های حکومت، ارتباط دولت با مردم، همش دروغ بوده و مغلطه بوده. هیچ دولتی به ملت راست نگفته، هرگز راست نگفتن. چرا؟ چون فاسد بودن، دزد بودن، عرض کنم جنایتکار بودن یکی پس از دیگری. بنابراین مردم رو قبول نداشتن که حالا راست بگن بشه. آدم وقتی که دروغ به یک کسی میگه، یعنی برای اون آدم ارزش قائل نیست و میخواد حقیقتی رو پنهان کنه، دروغ میگه. این است که تکیه نکردن دنیای مغرب زمین بر اخلاق یک کسی، بر اعمالش بوده. و به محض اینکه از دایره اخلاق بیرون رفت، در حقیقت سوء استفاده از قدرت رو میکشنش به دادگاه. حالا رئیس جمهور باشه باید بره دادگاه و بره زندان، هر کس که باشه فرقی نمیکنه. اما اوضاع احوال ما به گونه دیگر بوده است. بله، ما پذیرفتیم که کتاب از آسمان آمده است و امام به ته چا منتظره که بیاد ما رو، عرض کنم، جهان آباد کنه. و از این مزخرفات و لاتائل، این ذهنیت ما خراب شده، خراب شده. تا میاد درست بشه من نمیدونم چند قرن طول میکشه، اما به هر صورت چنین است داستان ما متاسفانه. خب، حافظ کمتر شخصیتی است بزرگ که حافظ او را مات نکرده باشه، اما اونقدر مقام سخن بالاست و اونقدر اندیشه والاست و باطن حافظ اونقدر درخشان هست که نام هر کسی را هم که برده، تقدس بخشیده به اون نام با این غزل‌های بی‌نظیر. این قافیه‌ای که انتخاب کرده فقط محض این بوده است که حاجی قوام رو محض بکنن. حاجی قوام از شخصیت های بزرگ اون روزگار بوده است. می فرماید عشقبازی و جوانی و شراب لعل فام، مجلس انس و حریف همدم و شرب مدام. منظورم اون شراب ها، شراب که حاوی الکل هست، الکل اتیلیک به این تباتبایی ها بگیم، نه که شراب معرفت حق. منظورش این آب گندیده ته چیز مکه بوده، نه، این همون شرابیست که در شیراز می ساختن و شیراز، در شیراز بهترین شراب های ایران ساخته می شد تا دوره قاجار که ما خبر داریم، و کسانی که از اروپا آمدند و در شیراز از شراب شیراز خوردن، گفتن شراب شیراز از شرابهای فرانسه بالاتر و بهتره به لحاظ کیفیت و طعم و مزه و نیرو. بله، حالا آخوندها و گرایندگان به آخوند و اینها داریم دیگه، مثل وجود معظم مکرم جناب آقای خرمشاهی، که اینا دینی هستن. آقای خرمشاهی آدم دینیست، هر تعبیری که، مرد فاضلیست، اما دینیست، کاری نمیشه کرد با آدم دینی. این تفاصیلی که از حافظ کرده و اینها همش به دین میزنه. آقا چه دینی، چه داستانی؟ بیزار بودن اینا از این داستان، از این سیاهی، از این تباهی. خب، عشقبازی و جوانی و شراب لعل فام، مجلس انس و حریف همدم و شرب مدام، ساقی شکردهان و مطرب شیرین سخن، همنشینی نیکردار و ندیمی نیکنام. عرض کنم که بعض کلمات رو به ضرورت وزن ما بایستی با تشدید بخوانیم، وگرنه وزن دست می رود. مثل همین ساقی شکردهان یا عشقبازی و جوانی و اینا به تشدید داره. خب، شاهدی از لطف پاکی، رشک آب زندگی،
دلبری در حسن و خوبی غیرت ماه تمام، بزمگاهی دلنشان چون قصر فردوس برین، گلشنی پیرامنش چون روضه دارالسلام، صف‌نشینان نیک‌خواه و پیشگاران با ادب، دوستداران صاحب اسرار و حریفان دوستکام، باده گلرنگ تلخ تیز خوشخوار سبک. ببین ویژگی‌های شهاب است دیگه، باده معرفت حق دیگه تلخ و تیز و خوشخوار سبک نیست که پدر جان، که باده گلرنگ یعنی شراب قرمز. شراب چند جور است؟ شراب سفید، شراب قرمز. داستان این شراب هم خیلی داستان جالبی است. خب شراب معمولا قرمز می ساختن در ایران، بدون وجه دوست داشتن، یعنی با مخلوط کردن انگورهای مختلف، یا فقط شاهانی به عنوان مثال لعل بود و شاهانی بود، انواع انگورهای قرمز رنگ، شرابش کاملا مثل عقیق می شد. بله، باده گلرنگ تلخ تیز خوشخوار سبک، اینا هم صفات شراب خوب هست که از بطری میریزی تو جام، نوشه جام میکنی و نوشه جام میکرده از حافظ. باده گلرنگ تلخ تیز خوشخوار سبک، نقلش از لعل نگار و نقلش از یاقوت خام، غمزه ساقی به یغمای خرد آهخته تیغ، زلف جانان از برای سید دل گسترده دام. بله، نکته‌دانی بذله‌گو چون حافظ شیرین سخن، بخشش آموزی جهان افروز چون حاجی قوام، هر که این عشرت نخواهد خوشدلی بر وی تباه، اون که این مجلس نجوید زندگی بر وی حرام. من عیناً از حافظ قزوینی میخونم، این نقلش و نقلش اینا میتونه وارونم باشه، به هر صورت اونچنان که این مرد بزرگ تحصیل کرده است ما همون رو خوندیم خدمتتون. خیلی خوب، از حاجی قوام هم بگذاریم. ما امروز میخواییم درود بفرستیم به یکی از پیامبران بزرگ عصر جدید، جناب دکتر آتوهان. بله، یکی از بزرگترین علمای عصر ما که تا سال 1968 زنده بود، پروفسور آتوهان هست، آلمانی، رادیو کمیست. بله، اینم تمری که چاپ کردن، اینم چیز اورانیوم هست، فرمول اورانیوم هست، و عرض کنم که نیوترون بهش اضافه کرده و اون رو شکسته آتوهان. اینم مجسمه است که از آتوهان ساختن. بله، پروفسور هان آلمانیست و این مرد وقتی که رشد کرد در حوزه مونیخ درس میخوند، دانشگاه مختلف رفته و تحصیلاتش رو در رشته رادیو کیمستری، یعنی شیمی که با عناصر رادیواکتیو ارتباط دارد. و آتوهان مدتی به انگلیس رفت و زیر دست عرض کنم که سر ویلیام رمزی که یک دانشمند بزرگی بود، لطفا آقای رمزی رو هم نشون بدین. بله، اونجا تحصیل میکرد و در اونجا یک کشف مهم کرد، توریوم 212 رو کشف کرد و این مرد بسیار مفتخر بود. این که رئیسش بود در واقع، اینم استاد بزرگی بود ویلیام رمزی، و اعلام کرد که هان کشف بزرگی کرده و توریوم 212 رو کشف کرده. و بعد هم عرض کنم که بعد از انگلیس ایشون رفت به کانادا
و راترفورد که پدر فیزیک اتمی نامیده میشود در اون زمان در کانادا کار میکرد، اما عمدتاً در کمبریج بود آقای، بله این راترفورد هست، این کاشف در واقع اجزای اتم هست، پروتون رو کشف کرد و نوترون رو هم پیشبینی کرد که متاسفانه رفت از درخت افتاد. باری در اونجا هم یکی دو کشف مهم دیگری آقای اوتاهان انجام داد، در جهان مشهور شد، برگشت به لابراتوار قیصر ویلهلم یا تشکیلات علمی قیصر ویلهلم. این یک تشکیلات خیلی خیلی مهمی بود در دنیا، شاید تراز اول بود، رؤسای مختلف داشت از جمله آقای ماکس پلانک، آقای آلبرت اینشتین و آخرین رئیسش هم همین آقای اوتاهان بود، قبل از اون که نام این قیصر ویلهلم برداشته بشود و به نام مؤسسه ماکس پلانک بشود، چون به هر صورت چون قیصر ویلهلم دیگه نبود بر جای و اینها و این متفقین هم رفته بودن اونجا، گفتن هیچ اثری دیگه نباید قیصر و اینها بر جای باشد بماند و ایشون آخرین شخصی است که ریاست داشت بر مؤسسه کایزر ویلهلم که همون قیصر ویلهلم هست و تا سال 1968 زنده بود. به سال 1879 اوتاهان به دنیا آمد. اما بزرگترین کشف اوتاهان شکستن اتم بود. هان اولین کسی است که اتم رو شکسته. به شما عرض کردم که یونانیان بر این بودن که اتم، در واقع ما ذرات گیتی رو وقتی تقسیم کنیم کوچیک میشن و کوچیک میشن و کوچیک میشن تا برسیم به یک نقطه‌ای که دیگه قابل تقسیم نیست. اتم یعنی ذره‌ای که قابل تقسیم نیست، زبان یونانی است. از دموکریتوس برجاست، نمیدونم چند صد سال قبل از میلاد مسیح. باری این استاد در همینجا کار میکرد، شروع کرد به بعد از کنم کاری که فرمی کرد و گفت ما موضوع فلزات ترانس یورانیک مطرح شد یا فلزات ما بعد اورانیوم، که یعنی ما میتوانیم یک نیوترون اضافه کنیم و فلزی به دست بیاریم که پلوتونیوم، از این طریق کشف شد. هان داشت بمباران میکرد. استرسمن، دکتر استرسمن هم عرض کنم که به همراه او بود و این نکته خیلی جالب است خدمت شما عرض کنم که یک بانوی بزرگی به نام لیز مایتنر، لطفا خانم لیز مایتنر نشون بدین. مایتنر فیزیکدان نابغه‌ای بود و اصلا یهودی بود اما پروتستان شده بود و در همون مؤسسه کار میکرد. وقتی که صدای پای فاشیست ها پیدا شد، لیز مایتنر رفت سوئد اگر خطا نکنم، بله اونجا یک خواهرزادی هم داشت به نام آتو فریش که از دانشمندان بسیار بزرگ بود. فریش هم در اونجا بود، اینا با هم صحبت میکردن. خلاصه این مطلب اون که ناگهان متوجه شد که این فلز اورانیوم شکست و تبدیل شد به عناصر دیگر، سبکتر از اورانیوم، مقدار انرژی رها شد. هان متوجه شد که کار عظیمی اتفاق افتاد، کشف بزرگی شد که حتما نازی‌ها از این سوء استفاده خواهند کرد برای کار نظامی. هیچ سخنی نگفت. این سر بزرگ و این راز بزرگ بین او و استرسمن که همکارش بود اینجا بر جای ماند. اینقدر هست که چون هان فیزیکدان نبود و شیمیدان بود، شکستن اتم رو به چه وجهی می شکند رو در واقع یک نامه نوشت به این خانم لیز مایتنر که آقا ما هم چنین کاری کردیم و این شکسته، می خوام بدانیم که چگونه شکسته و این شکل هسته چگونه است که تقسیم میشه. شما فیزیکدان ها بایستی بهتر بتوانید توضیح بدهید. خانم مایتنر و فریش نشستن و این تئوری قطره‌ای بودن هسته اتم رو به میان آوردن. آقای بور، نیل بور، پیشبینی کرده بود که هسته اتم مثل مایع، مثل وقتی هم که میشکنه، مثل یک قطره آب که یک مرتبه یه چیزی ازش در واقع
نازک میشه روی میز اگه یه قطره بشکانی نازک میشه دو تیکه آب، قطره آب میشه دو تا نصف قطره. و گفتن که این به صورت قطره‌ای شکسته و این توضیح رو دادن و فرستادن. و بعد آقای بور رو در جریان گذاشتن که آقا در آلمان این اتفاق بزرگ افتاده و چنین و چنان شده. بور هم عرض کنم که به آمریکا می آمد، آمد به آمریکا، یک همراهی داشت. این آقای همراه نرسیده شروع کرد داد و فریاد کردن به خبرنگاران که آقا اتم شکسته شد و فلان این حرفا. آقای بور هم اومد در مجمع فیزیکدانان آمریکا شروع کرد به توضیح که بعد چنین اتفاقی افتاده. خلاصه سر و صدای بزرگی در جوامع بین المللی برپا شد نزد دانشمندان که خب حالا که اتم شکسته در واقع این نتایجش چه خواهد بود، چگونه می شود از این استفاده کرد. آقای هان هم به کار خودش مشغول بود. سال 1944 جایزه نوبل در شیمی رو به آقای هان دادن. حالا امروز می گویند که از شبت که ستم شده در حق خانم وایتنر اون مطلب دیگری است، از بحث ما بیرون هست. اما از سوی دیگر وقتی که جنگ داشت تمام می شد آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها یک کمیته تشکیل دادن که دانشمندان اتمی آلمان رو دستگیر کنند در آلمان و اطلاعات اونها رو از اینا بگیرن و مطلع شون که آیا اینها در کار ساختن بمب اتمی بودن یا خیر. اینها رو گرفتن آوردن در انگلیس در محل کمبریج، اونجا یک حیات بزرگی، خونه بزرگ چند اتاقه در اختیارشون گذاشتن. اینا حدود از 30-40 نفر بیشتر بودن. اینا رو من در کتاب حضرت تایروشیما به دقت آوردم، حالا حافظم یاری نمی‌کنم چند نفر بودن. اما بهترین ساینتیست‌ها بودن. آقای هان بود، آقای هایزنبرگ بود، وایتسکر، دابنر اگر اشتباه نکنم، شاید دابنر هم جزشون بود. اینا همه بین‌المللی بودن. در اونجا دستگاه‌های شنود گذاشته بودن که صدای این دانشمندان رو ضبط کنن و ضبط هم کردن. دیدن نه خبری نیست و اینا اساسا اطلاعی نداشتن از چیز بمب و حرفا، نمی‌دونستن اینا جستجوگر ساختن در واقع موتورهای اتمی بودن برای زیردریایی اینها، که اونم بر اثر اشتباه یکی از این دانشمندان فعل انفعال زنجیری رو نتوانسته بودن به دست بیارن. باری هان اونجا بود. بعد وقتی که آقای هان، اسم آقای هان رو اعلام کردن که برنده نوبل شده است، اون با کمال خجالت اون شخصیتی که در چیز جایزه میده گفت ایشان در مرخصی هستن. حالا آقای هان زندانی انگلیس ها بود و اینا بماند. بعد آمدن به اینها پیشنهاد کردن که شما در انگلیس و آمریکا بمانید و اینها گفتن نه آقا خیلی عذر میخواییم از شما. آقای هان و هایزنبرگ و دیگران که آقا ما اجازه بدید برگردیم به مملکت خرابمون و اونجا را آباد کنیم، و اینها برگشتن و باز علم شیمی رو در آلمان زنده کردن و علم فیزیک رو زنده کردن. به بچی که 10 سال که گذشت از این واقعه آلمان شماره 1 بود در جهان در طرح در واقع نیروگاه های اتمی، با این همه خرابی، با اینکه همه دانشمندان و تکنیسیان ها رو برده بودن، 6000 نفر آلمانی رو روس ها بردن، بهترین بالستیشن ها و موشکسازاش اومدن به فرانسه رفتن، با این همه عرض کنم که اون مایه دانش و دانشمند در آلمان بود که توانستن کشور رو بسازن. و آقای دکتر هان، اوتو هان در آلمان بود و ریاست مؤسسه ماکس پلانک رو بر عهده داشت تا 1968 که در 89 سالگی از جهان چشم بربست. اما این آقای اوتوهان ملعون کافر، عرض کنم که بله این موشکایی که دارین شما نشون میدین اینا ویتو آلمانیست. بله اینا موشکایی است که جنگ دوم آلمان ها میساختن و اولین کشوری است که این موفق نشد، این موشک نیست که به زمین افتاد. بله یکی از آزمایش‌های ناموفق موشکی است که بعد البته اصلاح کردن و لندن رو زیر آتش این موشک‌ها گرفتن. بیشتر اختراعات امروز ایدهش آلمانی است، در واقع موشک‌های بالستیک و کروز و غیره، این هم آزمایش‌هایی است که
در ابتدای کار آزمون شده و فیلماش خود آلمان ها گرفتن که امروز ما در اختیار داریم و در بابش صحبت میکنیم. بنابراین اما بعد معلوم شد که این آقای هان این اطلاعاتش رو از امام جعفر صادق گرفته. بله البته امام باقر هم دستی داشته. بله این ملاعین می دوزن از اسلام، همه چیز از اسلام دوزیدن همونطور که می دونید. خب اجازه بدید که یک موسیقی ایرانی اصیل فرید جان میگم ببخشید فرید سراد فرید فرد افتاد یک تکه‌ای از سولو شاید یا هرچه از موسیقی گلها یا غیره شما انتخاب کنید و پخش کنید. این هم بیوگرافی آقای اوتوهان هست. برمیگردیم و در باب یکی از رجال بزرگ خودمان صحبت میکنیم. ما اول در خدمت مولانا عبید زاکانی هستیم. مولانا عبید زاکانی آدم واقعا بی نظیریست در نقد اجتماعی، در نقد دین، در نقد آخوند، در نقد قاضی، در نقد زورگویان. کسی مانند عبید نبوده. هر شبت که حالا چرا عبید توانست این حرفا رو بزنه؟ چون اساس این دین مداران سوس شد روزگاری که مغول ها آمدن. چون این ها آدم های دینی نبودن، مردم میتونستن حرفشون رو بزنن. آخونده الفرار، الفرار من مالایتا قلبته من سنن المرسلی، یعنی از چیزی که قابل از طاقت بیرونه فرار، از چیزی که طاقت بیرونه سنت عرض کنم که مرسلین هست، فرستادگان در میرفتن. یعنی وقتی که بی طاقت میشدن الفرار. آره این دروغ ساختگی کجا خواهشان که کسی که فرستاده است که در نمیره. بعضیشون خب در رفتن از ترس جان. حالا عبید هم فرصت رو پیدا کردی، آدم های پیدا شد مثل قطب الدین شیرازی، مثل عبید زاکانی، اینا با صدای بلند دین رو نقد میکردن. یک ترکیب بندی داره عبید در نقد این روزه و ماه رمضان و این حرف هاست. من براتون میخونم، به غایت فصیح هست، البته با احترام به روزداران. البته روزداران چند گونه هستن. اونایی که حالا اعتقادی دارن و در واقع مصدر امور خیر هستن و اینها، درود بر اونها. روزگیران زورکی و ریاکار، حرف ما با اوناست. در واقع روزگیر زورکی برای از ریاکاری و چسبیدن به این رژیم منحط واقعا جهنمی، اونا داستان شد. خب ترکیبا در متن خواجه رکن الدین امید الملک وزیر میگوید ساقیا موسم عیش است، بده جام شراب، لطف کن بست لبان را به زلالی دریا. زلال استعاره است یعنی شراب پاک، بریستا بخوریم. آقا قدح باده اگر هست بده، قدح باده اگر هست به من ده، تا من در سر باده کنم خانه هستی چه حباب. در حساب زر و سیم است و غم داد و ستد، کوربختی که ندارد خبر از روز حساب. بر کسم هیچ حسد نیست خدا می داند، جز بر اون رند که افتاده بود مست و خراب. هر که را آتش این روزه سی روزه بسوخت، یعنی پدر صاحبش در اومد، آتش این روزه سی روزه، هر که را آتش این روزه سی روزه بسوخت، مرهمش شمع و شراب است و دوا چنگ و رباب. اون که امروز عذاب رمضان دیده بود، من برانم که به دوزخ نکشد بار عذاب. میگه این ماه رمضان یه عذابی داره که هر کسی که عذاب کشید فکر نمی‌کنم به جهنم بره اونجا، چون بار عذاب کشید از جهنم بدتر بوده این ماه رمضان. اون که امروز عذاب رمضان دیده بود،
من برانم که به دوزخ نکشد بار عذاب، باده در جام طرب ریز که شوال آمد، موسم وعظ بشد نوبت قوال آمد. قوال از قول یعنی گفتن، قول و غزل، قوال یعنی خواننده، نهایتاً یعنی خواننده، چون غزل رو با آواز میخوندن و ساز، که قوال آمد. وقت آن است دگر باره که می نوش کنیم، روزه و وتر و تراویح فراموش کنیم. این تراویح آدم بیکار چیکار بکنه؟ مسلمانی بیکار، محل مدینه بیکار، صبح تا شب نماز، صبح تا شب نماز، کار زندگی نیست که، تولیدات نیست که، این نماز بخونید دو لوراس میشید. این تراویح نمازهای چهار رکعتی بوده که میخوندن، چهار بار میخوندن، یه استراحتی میکردن، یک چلو کباب میخوردن و دوباره نماز. به این میگفتن ترویحه، جمعش هم تراویح. بله، ارزم وطرم یعنی تاق و زوج کردن نماز. وقت آن است دگر باره که می نوش کنیم، روزه و وتر و تراویح فراموش کنیم. پای کوبان ز در صومعه بیرون آییم، دست با شاهد سرمست در آغوش کنیم. سر چو گل در قدم لال رخان اندازیم، جان فدای قد حوران قبا پوش کنیم. شیختان گر به نصیحت هذیانی گویند، یعنی هذیان، شیخکان گر به نصیحت هذیانی گویند، ما به یک جرعه زبان همه خاموش کنیم. چند روی ترش واعظ ناکس بینیم، چند بر قول پراکنده او گوش کنیم. واعظ ناکس، ناکس این آدمی آخوندان واقعا ناکسن ها، یعنی یه توتوی کارن، تلاز اخلاقی آخوند بالاتر از آخوند دیگه نداریم، یعنی پایین تر از آخوند باید بگیم. چند روی ترش واعظ ناکس بینیم، چند بر قول پراکنده او گوش کنیم. هرچی میگن چرت و پرت و پراکنده است دیگه. جام زر بر کف از زال زر افسانه مخون، تا به کی قصه کابوس و سیاووش کنیم. لله الحمد که ما روزه به پایان بردیم، عید کردیم و ز دست رمضان جان بردیم. خدا را شد که جان ما نجات پیدا کرد از این رمضان. بله، روزگار شکم خارگی و اینجور داستان. دل به جان آمد از اون باده به شبها خوردن، یعنی این روز که جایت نمی کردیم که شبا شراب می خوردیم، دل به جان آمد از اون باده به شبها خوردن، در فرو کردن و ترسیدن و تنها خوردن. در فرو کردن این فرو بستن در، در فرو ترسیدن و تنها خوردن، چون میرن لو میدن دیگه. دل به جان آمد از اون باده به شبها خوردن، در فرو کردن و ترسیدن و تنها خوردن. چه عذابیست همه روز دهان برپستن، چه بلاییست به شب شربت و حلوا خوردن. عجب نکبتی گیر افتادیم. بله، چه عذابیست همه روزه دهان بربستن. چه عذابیست آقا، روزا چیزی نمیشه خورد، نمیشه زد. چه بلاییست به شب شربت و حلوا خوردن، زش رسمیست نشستن همه شب با عامه، هم قدح گشتن و پالوده و خرما خوردن. هم هر روزه با عامه، یعنی میرین تو مسجد، عوام الناس و لات و لوت و عرازل اینا میان، بزرگان هم آدم های دانشور درست حسابی روشن هم بایستی با عوام چیز بشن دیگه، یکی بشن تو مسجد و بشینی با عوام الناس و عرازل پالوده و خورما بخوری. بله، زش رسمیست نشستن همه شب با عامه، هم قدح گشتن و پالوده و خرما خوردن. مدعی روزم اگر بوی دهان نشنیدی، شب نیاسودمی از باده همراه خوردن. میگه اگر از ترس این نبود که
این فضول ها بوی شراب بشنون، تا صبح می نشستم باده همراه، یعنی شراب قرمز می خوردم. بله، فرصت باده یک ماهز من فوت شدی، گر نشایستی با مردم ترسا خورده. به به، رمضان رفت کنون ما و از این پس همه روز باده در بارگه خواجه والا خوردن، صاحب سیف و قلم پشت و پناه اسلام، رکن دین خواجه مهچاکر خورشید خلا. ترکیب بند خیلی زیبا، دیگه از این بهتر نمیشد نقد کرد این ماه مرزان را. بله، مولانا عبید زاکانی با تصحیح و مقدمه عباس اقبال آشتیانی. بله، مرحوم استاد محجوب، عبید زاکانی هم چاپ کردن در خارج، ایرج میزنم چاپ کردن، خودشون میگفتن ما کفریات چاپ میکنیم. بله، و به همین اتهام و به همین جرم بزرگ اینها نگذاشتن برای استاد محجوب بزرگوار ما یک جلسه مجلس چیزی برپای بکنن. آخوندهای عزیز، دولت درخشان جمهوری اسلامی. بله، خب عرض شود که این کتاب زندگانی من است، از مرحوم استاد علامه کسروی، و ما به حقیقت بایستی عرض کنم که ما شریفتر و بزرگوارتر از کسروی کمتر کسی رو داشتیم در این تاریخ. راستگویی و صداقتش که بماند، و این مرد بی نظیر بود. اینقدر هست که تعصباتی داشت و کاش نمی داشت. ایشون می آمدن و کتاب‌سوزی می کردن و حافظ و سعدی و اینها رو می سوزندن، به جز شاهنامه که مورد علاقه این مرد بود، بقیه رو در آتش می انداختن. بله، 10 سال ایشون در عدلیه کار کرده. یک فصلی دارد نبردهایی که با ملایان رفت، و بعد یک تکه‌ای هم هست که مدعی العموم تهران شده، رئیس در واقع خودش میگوید بدایت اونجا، و املاکی که دربار از مردم گرفته بوده ایشون میره میگیره و پس میدهد به صاحبانش، صاحبان اصلیش. حالا من یه قطعه پیدا میکنم که زیر عنوان 60، یعنی فصل 60، که بعد او رو از چیز بیرون کردن، از عدلیه بیرون کردن. حکمی که به زیان دربار دادم. خب اینجا، بله، چنان که گفتم رأی امین سو گذشته از اون که از روی ترس می بود منطق غلطی را در بر می داد، زیرا چنان که گفتم این یکی از غلط فهمی های عدلیه می بود که حکمی به زیان کسی می دادندی و خانه یا زمینی را از دست دارندش که در اون محاکمه پادر میان نداشته در می آوردندی، و آنگاه می گفتندی برو به عدلیه و به عنوان اعتراض شکایت. و گفتم که این غلط می بود. حالا این زبان کسرویست، می گفت زبان پاک. می گوید که می رفتن دولت دربار، می رفتن زمین های مردم رو می گرفتن، وقتی این بیچارا می بودن این زمین هاشون گرفتن، می مدن شکل می گفتن برو عدلیه شکایت کن. در عدلیه هم کسی گوش به حرف اینا نمی داد، در مقابل دربارش پادشاهی که کسی نمی تونست که کاری بکنه. اینا میگه این کار اشتباه بود. خیلی خوب، از اون گذشته چنان که نوشتم در محاکمه
اولین تنها 10 تن از خرده مالکان به دادگاه آمده و پیداست که حکم تنها درباره زمین هایی می بود که آنون در دست می داشتند، به زمین های دیگران همبستگی نمی داشته. این از کار اجرا که همه زمین ها را از دست کشاورزان گرفته بود از هر باره بیرون از قانون به شمار می رفت. راه نزدیکترش آن بودی که دادخواهان از کار اجرا به رئیس کل بدایت که من بودم شکایت کنند و بازگردیدن آن را بخواهند، ولی چون آن را ندانسته و به عنوان رفع مزاحمت به صلحیه شکایت کرده بودند، جلوگیری از قانون نمی داشت که امین صلح به رسیدگی درآید و رأی به رفع مزاحمت دهد. حکمی که از شعبه یک داده شده بود جلوگیر چنان رأی نتوانستی بود. به هر حال من دیدم گذشته از اون که خود داستان وقف دانسته، خود داستان وقف دانسته نیست، و اگر هم دانستهش بگیریم تازه کاری بیخردانه بوده که از کسی سرزده. و اکنون نتیجه آن این است که مشتی از کشاورزان و رنجبران که زمینها را آباد گردانیده و میکارن و میدروند که هم به توده یاوری کنند و خوراک میبسیچند و هم خودشان با خانواده هاشان با دل خرسند و خوش میزیند، زمین هایشان از دستشان گرفته شود و به نام اجاره دار سالانه بخشی از دسترنج آنان بهره مفتخاران مشهد گردد. با چشم پوشی از آنها شیوه محاکمه و اجرای حکم از راه قانون نبوده. از این رو راهی ندیدم جز این که صلحیه را بشکنم و خود رأی به رفع مزاحمت دهم، و چون چنان رأی دادم دانسته شد اجرا نمیخواهد اون را به کار بندد. این بود هنگام از خود همراه مأمور اجرا به اوین رفتم و اونجا می بودم تا حکم به کار بسته شد. در اون روز در میان نقیب زاده و خالصی زاده گفتگوهای رفت و نیشهایی به هم زدن که بسیار شیرین می بود، ولی اینجا فرصت نوشتن نیست. چنان که نوشتم این حکم همچون توپ ترکید رفته، خودش شخصا ایستاده، مأمورم برده خلعیت کرده در واقع از دربار و زمین رو به کشاورزه بوده، بگردید تو منازلتون، بگردید سر کشاورزی. میگم مثل توپ ترکید. فردای شنیدم هم وزارت عدلیه و هم دربار سخت خشمناک گردیدن. فاضل الملک به دادگاه آمد و چنین گفت: اعلی حضرت بسیار عصبانی است، منظور رضا شاه، به وزیر عدلیه، به وزیر دربار، به من، به اسدی پرخاش بسیار فرمودن، یعنی فحش و فضیحت دید. گفتم چرا؟ گفت به خاطر حکمی که دادید و خودتان به محل رفته اجرا کردید. من پاسخی نداده تنها گفتم خواهشمندم آقای وزیر دربار وقت دهند و من ایشان را ببینم. وزیر دربار کی بود؟ تیمورتاش. تیمورتاش کی بود؟ یکی از بزرگترین روشنفکران بود و اصلاحاتی که در زمان رضا شاه شد، تا زمانی که تیمورتاش بود اصلاحات می شد. تیمورتاش که رفت، رضا شاه که تنها شد و سردار اسد هم که رفت، یعنی اینا کشته شدن، کشتن و اینها، یکی یه قدرت تصمیم گیری از این مرد دیگه رفت، این نمیتوانست تصمیم بگیری کاری انجام بده. این سر پرسی ساکس هست، میگوید he was an intellectual giant، یعنی یه غول روشنفکری بود، زیر چماق و اینا انقدر زدن این مرد رو و بعدم کشتنش، تیمورتاش بزرگ رو به اتهامات واهی. آره بماند. فردا آقای فاضل دوباره آمد و گفت: آقای وزیر دربار امروز منتظر شماست. هنگام عصر به دربار رفتم. همون که از در رسیدم تیمورتاش با لحن پرخاش گفت: آقا چرا بر ما میتازید؟ گفتم: اگر نظر حضرت اشرف به موضوع اوین است بهتر است توضیح دهم. گفت: بفرمایید. گفتم: قاضی در رأی خود آزاد است. سخن مرا بریده و گفت: قاضی در رأی خود آزاد است؟ قاضی مستخدم دولت است. این در واقع استقلال قاضی اساس مدنیت مدرنه، که قاضی که میخواد حکم صادر کنه نه شاه سرش میشه، نه آیت الله سرش میشه، نه امام خمینی سرش بشه، نه امپراتور سرش بشه، و تا عدالت اجرا بشه اگه قرار باشه هر قاضی ته بله قربان زندانش میکنم، چشم اطاعت، اعدامش حتمی، همونطور که فرمودید اعدام کردید،
میگه نشد قاضی آقا جان. مثل قاضی های دادگاه های امروز که آدم میکشن و هزار جنایت میکنن $60 جریمه شد، یا قاضی های دادگاه های نظامی سابق اول جلو تلفن زده میشد که این حکمش اعدامه، اون حبس ابده، این بدبخت، این سرهنگ بیچاره واموندم نشسته بود اونجا میگفت شما اعدام هستی، محکوم به اعدام. کسروی از این جنس از این نوع نبود، معنی مدرنیته رو و قانون رو و عدالت رو میفهمید و گفته آقا زمین های مردم رو گرفتن صحیح نیست، اگرچه دربار بگوید دفته گرفته و داده به کشاورز. حالا تیمورتاش میگه آقا قاضی مأمور دولت هست. خب البته یه عامل زور بوده بیچاره دیگه، یه آخر دیگه میگه نه خیر، قاضی در رأی خود آزاد است. خب قاضی مستخدم دولت است. گفتم قاضی مستخدم دولت نیست، قضاوت خودش قوه جدایی است. گفت اینها حرفهای دموکرات هاست. گفتم حرفهای قانون است. قاضی تا آزاد نباشد قاضی نتواند بود. خواهشمندم حرفها را تا به آخر گوش کنید. چون دیگر خاموش ایستاد به سخن خود ادامه داده و گفتم اولا اینکه اعلی حضرت وکیل میگیرد و در ادبیه عرض حال میدهد، این معنایش آن است که میخواهد پیروی از قانون کند. شما اگر میخواستید پیروی از قانون کنید چرا عرض حال دادید و به ادبیه آمدید؟ اگر میخواستید پیروی از قانون کنید پس چه گله از من دارید؟ ثانیاً پس چرا شما اون رویش میبینید که من حکمی دادم و دهی را از تصرف دربار خارج گردانیدم، ولی اون رویش را نمیبینید که همان حکم من و اجرای اون چه تأثیر در دلهای مردم خواهد داشت و چه نام نیکی را برای دولت تهیه خواهد کرد را نمیبینید؟ ثالثاً من رأی درباره اصل وقفیت ندادم، اون موضوع در میان نبود. رأی من در زمینه چگونه اجرا بود، در اون باره هم اگر گناهی هست به گردن وکیل دربار است. فاضل الملک نه خودش قانون میداند و نه شاگردهایش، عرض حالهای میدهد پر از نواقص و توقع دارد که قضات با احترام به اون نگاه کنند و این هم کار هر کس نیست. در همون دوسیه یعنی پرونده، و همون دوسیه ابین به جای اون که از همه خرده مالکین تظلم کنند تنها از چند تن تظلم کرده، ولی در منح اجرا حکم را بر علیه همه اجرا کردند و این کار غلط بوده که من بازگردانیدم. رابعاً من خودم به ده رفتم و دیدم این کشاورزان زمینها را آباد گردانیدند، ریشه بر روی زمین می‌دارند، درخت‌های کهنسال می‌دارند. دارم گریهش می‌گیره واقعاً چیزا رو می‌خونه. خانه ها ساختن، دربار هر کاری که می کند اقلن باید بهای ریشه و درخت و خانه اونها را بپردازد. رفتار خشونت آمیز خالصی زاده جز ظلم سر باری. بعد می گوید اینها را که می گفتن نیک گوش می داد و رام شده بود. این بود گفت من می دانستم که شما آدم خامی نیستید و البته ملاحظه‌ای داشتید. آمدند و گفتند شما میخواهید شهرت پیدا کنید، میخواهید راه مدرس را پیش گیرید. اعلیحضرت هم عصبانی کردن، حال تکلیف چیست؟ باری حالا این حرفا رو تیمورتاش زده اما دیموتش کردن، یعنی پایه 8 دادگستری کردنش پایه 6، حقوقش هم کم کردن، از دادگستری بیرونش کردن. چرا؟ چون آدم درست حسابی بود. دادگستری مدرن ایران رو داور ساخت و کسروی. داور رو خودکشوندن، یعنی کارش کردن که بره به خودکشی کنه. کسروی رو هم از دادگستری بیرون انداختن. با درود بر شما هموطنان گرامی، آواز استاد شجریان و سنتور زنده‌یاد مشکاتیان. مشکاتیان مرد بزرگی بود، موسیقیدان بزرگی بود، عرض میکنم خلاق بود و سازی هم که میزد با حال بود، با ذوق و حال بود. اگر ذوق و حالی در ساز نباشد باید ساز شکست کرد تو بخاری. هی ردیف میرزا حسن قلی زدن و میرزا عبدالله زدن و اینا از شاید که به درد نمیخوره، یعنی به درد عواطف امروز آدم امروز ایران نمیخوره. باری دق کرد
مشکاتیان دق کرد واقعا. خب بگذاریم. عرض کنم که مغلطه کوچه علی چپ رو خب هممون بلدیم دیگه، چون ما کار اون مغلطه است. به ما یاد دادن که از سرات که یک نویسنده بزرگ آمریکایی فکر کنم مارک توین باشه، میگوید تا راست به بنده دروغ نصف کره زمین رو تیک کرده، اینقدر دروغ طرفدار داره. راست همیشه تلخ خراشنده است و عرض کنم که مهیبه حرف راست. حرف دروغ حتی چرب و شیرین در آدم حال میکنه. آقا با دروغ چه دروغ های خوشمزهی داریم. از اول آقا دروغ از شبت که پامپ کردن مثل تلمبه کردن در مغزهای ما، حالا باید یه فکری به حالش بکنیم. خب مغلطه کوچه علی چپ، دیشب دیدم آقای اوباما یه فیلمی ازش میگرد داشت CNN پخش میکرد، داشت مغلطه کوچه علی چپ رو به کار میبرد. این آقای اوباما مرد نیکیست، اما اون هیبت و حشمتی که لازمه پرزیدنتیست بسیاری میگوین که ندارد، یعنی کسی ازش نمیترسه. این آقای بشار الاسد آمد و بمب‌های شیمیایی ریخت روی مردم خودش. شما فکرشو بکنید چه آدمی باید باشه که بمب‌های شیمیایی بریزه رو سر زن و بچه مردم. آقای اوباما آمد گفت آقا این خط قرمز ماست، این شیمیایی خط قرمز ماست. اسد شروع کرد کلور ریختن. خب کلور گاز سمی از کنم از جنگ اول به عنوان اسلحه شیمیایی. و آقای اوباما که متوجه شد و آمدن اثبات کردن که آقا اینا بمب شیمیایی اسد ریخته، گفت که ما یه کاری میکنیم، ما ادبش میکنیم، چند تا موشک کروز ما باید بزنیم به این اسده. حالا به قول این جایی ها هیز کماندر این چیف، فرمانده کل قواست. اینا اینو گفته و بعد گفته خب اما قبل از اینکه ما اینا رو فرمان بدیم که چیز کنن، ما هم باید به سنا ببریم، هم باید به مجلس نمایندگان ببریم، 400 تا اونجا رأی بدن، 400 اندی 440 تا حدودن 100 تام اینجا که ما فشفشمون رو رها کنیم. نشست انتظار ببینید اینا رأی کی میدن که فشفش رو رها کنیم. اونا هم رأی ندادن، فشفشش هم رها نشد. خب دیگه اصلا چی فکر میکنه؟ یعنی واقعا اون مردم اون منطقه و اون آزادی خواه ها یک سره ناامید شدن. دوباره اسد اومد چینی بمب کلور ریخت روی مردم، خفه کردن مردم رو کشتن. اینا دیدم آقای اوباما اومده با دستای اینجوری میگه، البته کلور بهش میگن مغلطه کوچه علی چپ ها، البته کلور در ردیف سلاح‌های شیمیایی محسوب نیست. البته کلور البته خب آدم هم میکشه. خب مرد حسابی این مغلطه کوچه علی چپ از کجا آوردی؟ داره با یک گاز شیمیایی کرده توی بمباش داره میندازه مردم رو خفه میکنه، حاصلش کشتن مردمه. حالا خردل بندازه میکشه، کلور هم بندازه میکشه. بله با این مغلطه دستش هم اینجوری میکنه. من خیلی واردم به این قوانین و اینها. هیچ بخار، هیچ یعنی از شبت که رئیس جمهور آمریکا معمولاً خودشون میگوین که لیدر جهان آزاد و این وزنش و اهمیتش، اهمیت این شخصیت به طول عرض ارتش نیست. بمبای گنده آمریکایی و هواپیمای نمیدونم B-52 به قدرت تصمیم گیری و محاسبات ذهنی رئیس جمهوره. این است که وقتی نگاه میکنیم به عقب میبینیم آقا خود برای خود آمریکایی‌ها ریگان خیلی مرد بزرگی بوده، ازش میترسیدن. یعنی ازش میترسیدن منظورم این که روش حساب میکردن. نیکسون میگه که من وقتی رئیس جمهور کردم شمون شدم روزا از من نمیترسیدن.
ولی از آیک میترسیدن. آیک منظورش آیزنهاوره، جنرال دوایت دی آیزنهاور که فرمانده کل قوا بود در جنگ دوم، بعد رئیس جمهور شد دو دوره و اینها، میگه رو نسام. تازه خود نیکسون هم یک چیزی داشت، یک ابهتی داشت، هیچ. خلاصه میگفت که این کلور البته در چیز اینش میگن مغلطه کوچه علی چپ. آخوندا کوچه علی چپشون کجاست؟ پس اگر این را قبول نمی کنی پس کافری، تو مسلمان هستی یا نیستی؟ میپرسی آقا از صورت که این وحی رو برای ما تعریف کنید ببینید وحی یعنی چی؟ اصلا رسالت یعنی چی؟ کتاب آسمانی از کجا آمده؟ چیش؟ یه مقداری مغلطه میکنه، بعد یهو میزن به کوچه علی چپ. آقا مسلمان هستید یا نیستید؟ اگر مسلمان هستی همه اینها رو باید باور کنید، اگر نیستید که به ما معلوم بشه. حالا این در زمانی است که قدرت دستش نباشه. قدرت دستش باشه که خب میگه ببینید آقا استخوناشو بشکنین بندازین زندان، مفسد و فلعرض از این حرفا. یه وقتی ما نشسته بودیم هر سبت که بخش شیش تبریز، از پنجره که بنده نگاه کردم دیدم آتام حمید، حالا تبریزی ها میدونن آتام حمید کی بود، کسانی که سن من هستن یا کوچکتر حتی، آتام حمید یک آخوند خیلی گردن کلفتی رو داره میاره. آتام حمید کی بود؟ کاراگاه بود. اونجا چی کار میکرد؟ شون خودشون بازداشتگاه نداشتن، آورده بودن به بخش شیش اونجا تحویل بدن که صبح بیان ببرن پیش قاضی. آخوند من دیدم با سابقه ذهنی ما از آخوند، گفتم آقای استکان چی؟ این کیه؟ گفت این آقای احرابی بی. آقای احرابی دی کن چی کار از این احرابی؟ گفت آخوند محضردارم هست. آتام حمید اومد و تحویل داد و امضا کردیم و ما اینو تحویل گرفتیم. آتام حمید هم رفت، گفتیم چیه داستان؟ نگاه کردیم دیدیم این دوزی کرده زمین رو، زمین یک نفر رو مثلا بدون اجازه صاحبش فروخته به یک کسی دیگه، هزار کسافت کاری کرده بود، آگاهی هم گرفت. حالا این آخوند نشسته با این عباش و این عمامه، روز به روز هم حالا جدیدن دیدم عمامه ها رو بزرگتر میکنن، یه چیزی از این شبنمه ها میذارن که نور الهی به صورتشون بتابه. داستان آخونداش واقعا شنیدنیه، چه کمدی ها درست خواهند کرد بعد از اینا. گفتم پدر جان، آقای عرابی، شما باید ما شما رو اینجا نگه داریم، فردا آتام حمید شما رو برشد، ولی چون آخوند هستی اینا، من دو تا سوال از شما میکنم. اگر درست جواب دادی میذارم در این قهوه خانه اینجا یه پتو هم قهوه چکه کلانتری به شما بده بخوابی، اگر که مغالطه کردی اینا میفرستم قاطی مستا. چون از پاساژ خود تبریم گفتن پاشاز، اونجا تمام مشروب فروشی اونجا بود، خصوص شب جمعه هم بود، یعنی جمعه شب بود، اونجا شلوغ هم میشد در واقع، یا پنجشنبه شب بود، به هر صورت میزدن دعوا میکردن اینا رو میبودن اونجا. گفت که بفرمایید. یه کبری هم دارن آخوندا دیگه، نه؟ گفتم آقا شما میفرمایید که از تاریخ هبوط آدم 6000 سال گذشته. آقا درخت پیدا میکنن 6000 ساله، 7000 ساله، چی کره زمین 6000 ساله، خلقت 6000 ساله، این کره زمین حداقل 4.5 میلیون سالشه. دوم این که گفتین که آدم و حوا بوده، اینا رو فرستادن اینا به همین منطقه فلسطین دیگه آمده آدم پایین و این حرفا، این آدمای مکزیکو سرخپوستای آمریکا و اینا که اون سوی کره زمین بودن، هیچ اطلاعی این انبیا و رسل از اینا نداشتن، اینا از کجا آمده بودن؟ پس اینا کی بودن؟ مخلوق کی بودن؟ گفتم که میتونی بری اونجا تو قهوه خونه بشینی، من 12 که تحویل میدم به این آقای استکانچی، شما جواب بدید که بریم چیکار کنیم با شما. یه مرتبه دیدم 12 و ربع شد، این آخونده خبرش نیست. گفتیم آقا این آقا رو بیاری ببینیم. اومد گفتم که آخوند چی داری جواب؟ گفت اگر مسلمان هستید
که همه اینها را باید قبول کنید. اگر هم بابی هستید، حالا این چه روی هم داشت، حالا بابی، حالا یعنی بابی خارج از دینه و کافره و این چیزا رو قبول نه. اگر هم بابی هستید اینا من خبر ندارم. گفتم خیلی خوب، جوابتو گرفتم آقا. زد به کوچه علی چپ، توهینم کرد. گفتم آقا یه آقا رو بندازینش زیر زمین، چون ما وظیفه نداریم کسی رو تو قهوه خونه نگهداری کنیم، جاش زیر زمینه. اتفاقا اون شب کسب و کار آقا خوب شد. یه 7-8 تا مست اومدن، از اون مستای لایعقل حسابی به این آقا رسیده بودن. صبح که میرفت این عباش و مباش و اینها هر سبت که ملوث بود به همون چیزایی که میدونید دیگه، بعد از این همه عرق خوردن چه اتفاقی میفته. آدم حمید اومد و برد. بعد فکر میکردم که این آقای اهرابی که اسمش در خاطر من هست حتما یا استاندار شده یه کاره مهم میشده حتما در تبریز. خبر ندارم دیگه، 40 و چند سالیست که ما از ایران بیرون هستیم. باری کوچه علی چپ، این آخونده مسیحی هم، چون آخوند فرق نمی کنه اهل کجا باشه، در تمام دورای قرون وسطا این کوچه علی چپ رو بلد بودن. تا یکی میمد میگو آقا این مطلب چنین نیست و چنین است، میگفتن آقا تو خدا رو قبول داری یا نداری؟ ای بابا قابل میکن خدا رو قبول داری یا نداری چی؟ آقا یه مطلب رو جواب بده. این داستان خدا هم داستان ننگینی بوده واقعا، یعنی سوء استفاده هایی که از این اسم شده و جنایاتی که به این نام شده به نام هیچ کسی نشده. خدا ما را از شر آخوند نمایندگان خدا محفوظ بدارات. بله خب، وقت ما هموطنان تمام شد. سپاسگزاری از شما بزرگواران و سپر. برنامه رو میبندیم تا برنامه دیگر. درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.